سلام و درود به شما عزیزان، هر کجایی که هستید، همراهان تفسیر خبر که مطمئن هستم منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری بسیار ویژه فقیه، حکومت فقیه. خبر از این ویژه تر نداری که در برخورد و جنگ ملایان با قرن 20 و 21 سرانجام ملایان شکست خوردن. در برابر جوانان ایران، در برابر جهان امروز، در برابر گل، در برابر رشد گیاه و در برابر طبیعت، طبیعت انسان شکست خوردن. این رو در همه سخنان و کردار و رفتار اونها و گزمه های ملایان به وضوح میبینیم. کشتند و گرفتند و بستند و شکنجه کردند، اما راه به جایی نبرد. جریان داره زندگی، جریان داره تلاش جوانان ایران برای ساختن ایرانی که در اون همه آزاد باشد. کس نپرسه که تو به چه دین و اعتقادی داری، به چه دینی اعتقاد داری، دین و مذهب تو چی؟ در کشوری که روزی روزگاری ابوالحسن خرقانی ها بودن، سرشون به کار خودشون بود و ذکر خداوندی که می پرستیدن و سردر خانقاهش می نوشت و نوشت که هر که از راه می رسه نون و آبش بدید، از دینش نپرسید، کاری نداشته باشی. اینها اومدن نون و آب مردم رو قطع کردن و فرزندان مردم رو کشتن، بسیار کشتن. پدر در برابر پسر و دختر و همسر شکنجه شد و بلعنت و بسیاری کارهایی. مقدمه کارشون آتش زدن سینما رکس آبادان بود. گفتن نداره که شما عزیزان در جریان هستید. خبر ویژه این که در برابر زندگی این مرگ آفرینان شکست خورد. پویا بختیاری رو کشتن، اما صدای او همچنان تنین انداز. علی خردگرا رو به زندان انداختند، اما صدای او همچنان تنین انداز. میشنویم و ادامه خواهیم داد، همچون شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید و آماده ادامه راه. مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره. این هم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران. همه اومدم بیرون، دم همگی گرم. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم. مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون. درود بر شما هموطنان عزیز. بیاییم برای یک بار هم که شده خیابان‌های میلیونی و اعتراضات میلیونی رو تشکیل بدیم و تجربه کنیم. هموطن، امروز دیگه سکوت نباید بکنیم، باید اعتراض کنیم. زمان سکوت نیست. اگر ما امروز سکوت کنیم، فردا باید عزادار خانواده‌هامون باشیم. این جمهوری نالایق اسلامی همواره جنایت کرده در مقابل مردم ایران. ما همواره سکوت کردیم. این بار نباید سکوت کنیم، باید اعتراض کنیم، فریاد بزنیم. اگر ما امروز سکوت کنیم، هموطن، فردا نوبت ماست که در قطار، در ماشین، در سیل، در زلزله، در هواپیما باید ما جان خودمون از دست بدیم. هموطن به پا خیز، بی تفاوت نباش. دنیا داره ما رو نگاه میکنه، الان تمام رسانه‌های دنیا دارن ما رو نگاه میکنن. اجازه نده این خامنه‌ای ملعون با اون ایدئولوژی کثیفش بر ما حکومت کنه.
یکی از نشونه‌های خیلی آشکار اون چه رو که اشاره کردم در مقدمه این هست، پرت و پلاگویی هست. خب این رو گفتن که دیکتاتورها و مستبدین در آخر کار چه میشن چه نمیشن و پرت پلا زیاد میگن، ولی دیگه نبه اینشه پرت و پلاهای ولایت مدارانه، از جمله این که عزیزانی رو که کشتن اومدن یکی بعد از دیگری گفتن که اینا ناراحتی قلبی داشتن یا مشکل مثلا عمل مغز داشته، مثل مهسای عزیز، مهسای امینی. اومدن فیلم ساختن و چه کردن و چه نکردن و کسی خوب باور نکرد. دوباره اومدن از زبان این و اون صحبت کردن. دانش آموز دختر نازنین اردبیل رو که من در اونجا چه ایام نازنینی بود، خدمت سربازین بخشیش اونجا بود، جاندارمری پشتن. بعد اومدن گفتن باز قرص برنج خوردی یکی دیگه از عزیزان. بله، دختر نازنین در اردبیل. یعنی هرچه که این حکومت به آخر کار نزدیک میشه، میزان سکته قلبی بین جوانان ایران، قرص برنج خوردن، خودکشی جوانان، اون ور قضیه هم دیگه از دستشون در میره که این چه حکومت الهی است که نوجوان هم درش داره خودکشی میکنه. این حرفا رو زیاد زده و میزنن. گفتن مستبدین در آخر کار پرت و پلا زیاد میگن، اما پرت و پلاهای ولایت مدارانه اولین باره که در تاریخ هست. چون این حکومتی گفتم در خود تاریخ اسلام هم سراغ ما نداره. یکی دیگه از پرت و پلاهای بسیار بسیار ولایت مدارانه این رئیس جمهوری، اساسا پرت و پلا مانند بقیه رئیس جمهوری های این حکومت فکر نکنین. چون من دیدم هی میگن رئیسی بی سواده، انگاری مشکله اینها سواده یا مثلا بقیهشون با سواد بودن. از همون اول کار بگیری که بنی صدر و بقیه باشه تا برسیم به امروز ابراهیم رئیسی، همون محمد خاتمی یه توکوویلی گفت همه افتادن قش کردن، حتی مخالفان حکومت بودن بعضن. خاتمی از لب و لوچهشون نمی افتاد. یا مثلا همون رفسنجانی و لقب امیر کبیره، حالا امیر کبیر هزار یه عیب هم داشت البته، این رو هم بگم، محاسنی و عیبایی بسیار. به هر حال اومدن هی ایراد به رئیسی بی سواد، انگار بقیه افلاطون بودن یا مثلا هر شیکی هست. به هر حال میبینیم از پرت و پلاگویی هایی که گفتیم ولایت مدارانه پنج ستاره با هم میبینیم. در همه عالم میخواهند مسلمان زندگی کنند، میخواهند تمام شؤونشون بر اساس اسلام و اصول اسلامی عمل بشه و اون چه که امروز دشمن ازش ترسناکه همینه. خب ایراد نگیره، این یه فعل جدیده، بشه یه فعل جدیدی هست، بشه. اینا چه به روز زبون فارسی آوردن که بمانه. یه افتاده تو دست و بال مردم، تعامل گرفته، حجمه گرفته و بقیه کله حرفایی که میزن که بله به هر حال طاغوت و همه اینا رو ریختن تو دست و بال مردم و کلمات بسیار. این بشوم از اون حرفای فعلای جدیدیه، اینا افعال جدیدی اضافه کردن در عرصه‌های مختلف، فعل‌های جدیدی اضافه کردن. فعل کشتن دختران خردسال، پسران خردسال، نوجوانان، جوانان به شب چیز مهمی نیست، به شب و همه جهان. حرف اینه که همه جهان میخوان مسلمان زندگی کنن. از همین پنجره نگاه کنی یه بخشی از جهانه، بالاخره رفتن همه نشستن تو خونه تو اتاق خوابن با حجاب هستن خانم و بقیه کار و حقم دارن. اون یکی آخونده مگه نبود که گفتش که تو آمریکا 1,000,000 تظاهرات بود و بعدم
ابراز زمینه ساخت برای باور کردن حرفش. روانشناسان عزیز میدونن این نکات رو بهتر دقیق‌تر که حرف رو باور کنین، که مثلا تردید از منه که آیا در واشنگتن بوده یا نیویورک. 1,000,000 سر صدا کردن ما از این حکومت، ما از اینا جمهوری اسلامی نذاشتن خبرش پخش بشه. تردید از منه. برحال همه جا خوب دارن میبینن دیگه، میبینن چه معرکه ایست، چقدر مردم راضیان. صبح تا شب دارن میگن این دشمن داره میگه اینا دارن شعارهای علیه حکومت میدن، وگرنه دارن دعا میکنن. شکر خداوند و از این بهتر نشه تحمل نمیتونیم بکنیم. نمونه هایی که به وجد اومدن که ما از اینا میخوایم، از این حکومت فقیه اینا میخوایم اسلام اینطور زندگی کنیم و میبینیم. خب شما باشید در هر جا شهروند از سوئیس و اروپا و بقیه کشورهای اروپایی گرفته و همین آمریکا و کانادا نمیخواید بشه، میشه دیگه، میبینیم. خب اینا رو که میبینن یهو مشتاق میشه. ما از اینا میخوایم، این حکومت از این انسانیتر درسته، مشبق از این بالاتر. در حال این یه نمونه شه. یه نمونه دیگه ای خمینی میگو، بقیه هم گفته، همین خامنه ای هم گفته، بارها خاتمی هم گفته با اون لب و لوچه مثلا خندان و اینها. رفسنجانی که نگو و نفوت، مغروق عالم اسلام، و بقیه احمدی نژاد نورانی منور منور العلماء و بقیه و همین بشوه هم گفته دیگه، فاعل فعلهای جدید. مقام زن رو به جای رسوندیم که نپرس. و میبینن اینجوری دارن میبینن و بسیارم میخوان که اینجور زندگی کنن. نمونه دیگه شم میبینیم دختر نازنین ایرانی رو. این هاست، این هاست که میبینید، این هاست که مشبقه همه جهانیان که میخوان حکومت اسلامی داشته باشه. این گزمه ها، این گزمه هایی که این به این شکل به صورت دختر ایرانی سیلی میزنن، اون گزمه هایی که اونطور دختر ایرانی رو کشون کشون به درون خودروشون میبرن و بقیه گزمه های حکومت و بقیه گزمه های حکومت چگونه خدایی رو اعتقاد دارن، چگونه خدایی رو، خدایی که از کاتالیزور از فیلتر ولی فقیه گذشته و به اینها رسیده. آیا از همین خود این آخوندها نشنیدن همین روزه قدیمی رو که زینب در بارگاه یزید چه گفت و چه نگفت و چه با عزت و احترامم مجلس رو ترکن؟ سیلی زدن به صورت دختر نازنین، کوبیدن سر دختر نازنین ایرانی به دیوار و مشت و لگد مهسا امینی، شلیک به سوی اونها دختر و پسر. یک سوال ساده،
چگونه خدایی است که شما گزمای حکومتی میپرستید و این کار خودتون رو بر اساس اعتقادی که داری توجیه میکنی؟ همین هاست که سرمشق بقیه ملت ها که ما یه همچین حکومتی میکنیم. وقتی که ابراهیم رئیسی و بقیه از صد تا ذیل در تمام این آدم کشی ها دست داشتن، در تمام این سیلی ها دست داشتن، همه این کسایی که همراه این مجموعه بوده تا به امروز شریک این سیلی هستن که به صورت این دختر نازنین ایرانی زده شد، شریک همه گلوله هایی هستن که جان نازنین جوانان ایران رو پرپر کرد. هر شکلی که بود، هر همراهی که بود، از ورزشکار و هنرمند گرفته تا بقیه دو صفحه رو در این سو آن سوی خیابون، میونه خیابون جای ویژه‌ای نیست جز صدایی که میشنویم، جوانان و دیگران اعتراضاتی که دارن، و باز برای بار دیگه صدای دختر نازنین ایرانی رو میشنویم که سیلی خوردن، تحقیر شدن، بی احترامی فراوان نسل در نسل دیدن، اما همچون گلهایی که از درون سنگزار روییدند، گفتم بارها و گفتم و باز بی ضرر بازگویی اون که چون گلهای درون سنگزار شکوفا و دلنشین میشنم. یه داره هشتادی هم یه دختر داره هشتادی که بهش میگیم بچه، ولی هیچ کس حالا نمیده پرسه تو بچه دردت چیه؟ تو چی میخوای؟ چرا داری انقلاب میکنی؟ چرا انقدر داری نارومی ایجاد میکنی؟ به قول خودتون تا حالا نیومدید بگید همچین چیزی ها، تا حالا نیومدید بگید. ولی من میگم درد ما اون پیرمردیه که داره توی مترو فال میفروشه. برای چی؟ برای اینکه بتونه 2 میلیون تومن، برای ما 2 میلیونه، ولی برای شما 2 میلیونه. 2 میلیون، 2 تومن، نه میلیون، تازه برای شما ها 2 تومن خرج عمل دخترش بده که اومده پیش شما. شما گفتین مگه ما فرزند حسنی مرتی که درد منو پیرزنی که داره توی صد داشت ها روزی خودشو در میاره، پیرزن داره دوباره لباس میگره برای عید بچه هاش، درد من اون جوون و اون پیری که دستو بشه دارن کار میکنن ولی آخرش توی دونه نمیتونن چی بخرن، بازم گردنشون میشه زن و بچهشون از مون نازکتره، بازم از سرشون رو بندازم پایین. درد من اونه، درد ما اونه، درد ما فقط حجاب نیست، یکی از دردهای ما حجابه. به هر کجای دنیا برگردی بگی ما تو کشور و مجازیم اینقدر روسریمون رو بیرون بذاریم، ولی اگر همین موها بلند بشه روسریمون بیفته میکشنمون. وای میسه خندیدن. این آبروریزیه. نه اینکه برگردیم بگیم آبروی کشورمون نمیشه کشور دیگه بردیم، این آبروریزیه. الان این مو همین بلند شده اومده شده تا اینجا، چه فرقی میکنه؟ میگید پلیس حامی مردم، پلیس خادم مردم. پس چرا من باید ترسم از این که میگید گفتگو کن؟ الان دارم گفتگو میکنم دیگه، باید ماسک بزنم که نه یا منو بگیرن، برای اینکه مادر من تو این چند مدت انقدر گریه کرده برای جوونای کشورش، انقدر خسته شده از کار کردن، داغ منو به سینه‌اش نزنه. درد ما اینه که چرا اونایی که تو دولت از دولت دارن نون میخورن میتونن خیلی راحت سفر ترکیهشون برن. همین دختر خاله من یه اردشیه، میاد میخوره بنده میبره با چادر میره توی ترکیه با چادر فلان کارو میکنه، بعد الان میاد میگه نه شما ضد دینید. چرا؟ چون نونش از دولته. مگه نمیگید 8 سال دفاع؟ پس چرا تو این 8 سال دفاع الان کشورمون سمت جنوب اینقدر فقیره؟ مگه 8 سال دفاع نکردن که چرا اون قصد ضعیفه؟ چرا؟ مگه نفت در نمیدارید از کشورمون؟ مگه نمیگید کشور ثروتمندی هستید؟ تو کتابا کردید تو مخ ما. پس چرا الان اون قصد کشور اینقدر ضعیفه؟ کل ایران اینقدر ضعیفه؟ چرا؟ چه دلیلی داره؟ چرا با همون پول و خرج خود ایرانی نمیکنید؟ چرا بچه هاتون باید تو کشوری که میگید از سمتش تحریم شدیم زندگی کنن، هم جنسگرا بشن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن؟
آزادانه بچرخن، موهاشون باز باشه، لخ بشن. ما نمیگیم لخ میخوایم بشیم، ما میگیم حرف زور نزنید بالا سرمون. ما اینه دردمون. درد ما اینه که چرا یه زن باید تن فروشی کنه برای اینکه خرج شوهر بیمارشو در بیاره. درد ما اینه چرا باید آخوند جمعه برای توی تهران هم هست اتفاقا. برمیداره چیکار میکنه؟ برمیداره میره کسایی که میاد بهشون آموزش میده، تعلق جنسی کنه. بچه، مرچه، نمیدونم دختر، پسر، هر فرقی براش نمیکنه. مگه نمیگه پلیس حامی مردمه، پلیس خادم مردمه؟ پس چرا پلیس باید به یه دختر 15 ساله تعرض کنه؟ چرا مردم مگه حق اعتراض ندارن؟ مگه ما حق اعتراض نداریم تو قانون؟ همین قانونی که میگید. اگه ما حق اعتراض داریم، پس چرا میای سرکوب میکنید مردمو؟ پس چرا میاد به دخترا، به بدن دخترامون دست میزنید؟ مگه نمیگید حجاب؟ مگه نمیگید اسلام؟ مگه نمیگید محرم نامحرم؟ پس چرا به بدن دخترا دست میزنید؟ پس چرا به وای خدا نمیشه گفت؟ پس چرا میاد به بدن دخترا دست میزنید؟ به نقاط حساس بدن دخترا هر دست میزنید؟ میگید بچه‌ای؟ من عقلم از شما خیلی بیشتره. ما دردمون اینه. چرا تو اون 2 سال 3 سال کرونا رفتید از آمریکا و از کشوری که میگه تحریممون کردن گاز اشکاور برداشتید آوردید ولی واکسن نیاوردید؟ چرا؟ چقدر کشته دادیم؟ چقدر کشته شدن؟ برای چی نرفتید واکسن بگیرید ولی گاز اشکاور گرفتید اشکاور برید که الان پرتاب بکنین از اون جاش معلومه گنگاریاتون. درد ما اینه. درد ما فقط حجاب نیست. درد ما اینه که تا میخواییم حرفمونو بزنیم میایی سرکوب بکنیم، میایی میزنید میکشید بچه های مردم ها، میایی میگید مهسا امینی شروع کرد، اون دختر بیچاره، اون دختر جوان کشته شد، کشتینش. نه بیماری قلبی بوده، نه فلان بوده. کل مردم میدونن، بیشتر مردم میدونن شما دروغ میگید، به غیر از اونایی که موضوع دولتن، به غیر از اونایی که خودشون از نونشون از دولته. نمیخوان قبول کنن تا وقتی داغ فرزند نبینن. نمیخوان قبول کنن. درد ما اینه اختصاص. درد ما اینه که پدر مادرامون از صبح شب میرن کار میکنن، از صبح شب ما کمبود پدر مادر داریم که بیان یه دونه شیر همون میهن که سیل خونتون کارخونه لعنتیش همونو بخرن بردارن بیارن، که نمیخریم، که دیگه نمیخریم از میهن. خون نمیخوریم، با خون نمیخوریم. درد ما اینه یه دونه میخریم 1000 تومان، الان داریم میخریم 7000 تومان. درد ما اینه. درد ما اینه که بچه های شما، ما دنی تو ایران به این سختی زندگی میکنیم ولی بچه های شما تو همون کشوری که میگید تحریممون کردن دارن زندگی میکنن. همجنسگرا میشن، چهار تا میندازن رو هوا. درد ما اینه. و میارید تو تلویزیون میگید شما مزدوران آمریکایی اسرائیلی هستید. ما مزدور آمریکایی اسرائیلی؟ میگید سلام که سخت آشکار آتیش بزنید. باش پس اگه 2 روز دیگه اومدن همون زنی که شما تو تلویزیون برگشت گفت سخت آشکار میتونید آتیش بزنید، اومدن آتیش زدن، اومدیم آتیش زدیم، نگو چرا، چون خودت مجوز دادی سخت آشکار رو آتیش بزنی. نیاید بگید فقط موضوع حجابه. نیاید بگید موضوع فقط حجاب نیست، موجود این اختلاسه. موضوع اینه که اختلاس، کسی که اختلاس کرده در راست و سو خیابون راه میره، ولی کسی که اومده فقط اعتراض کرده، نخبه های کشورمون، کارگردان، نویسنده، همه تو زندان میبینن. بگیر و با من نعره زن، بشکن این سکوت و بر جهان طعنه زن، برخیز و بر سپاه دشمن چیره شو، در چشم اهرمن نگاه کن خیره شو، فریاد خشم ما نوید میدهد به خلق دردمند پر غرور ما، رستا خیز ما امید میدمد به روح سرفراز قوم آریا،
رستاخیز ساخته آقای امید توتیان، هنرمندی که با کار خودش، آواز خودش، موزیک خودش از روز نخستی که در این عرصه گام گذاشت کنار مردم بوده، خواسته های مردم رو مطرح کرده، خواسته های خودش که یکی از مردم ایران هست و به هر حال خواسته هایی که ایرانی ها از روز نخست اندک بودن در برابر این حکومت و سرانجام به اکثریتی رسیدن که امروز روز میبینیم. گلهایی که شکفته شدند از درخت تنومند اعتراضات مردم ایران از روز نخست آغاز شد. با تعداد کمی گفتم، اون درختی که باز اشاره کنم که خامنه ای گفته درخت انقلاب چنان تنومنده است که هیچ تبری نمیتونه اون رو از جا بندازه، درخت پوسیده ایست، ریشه ای ندوون. خمینی بر دوش 500 سال بیشتر تبلیغات ملایان شیعه به قدرت رسید، اما نخستین کسی که بر این به اصطلاح ریشه های 500 ساله و درخت 500 ساله تبرزد خود خمینی و داردستی او، بدون تردید، بدون تردید، بی اعتبار کردن همه اون مجموعه ای که روزی حرفش حجت بود برای بسیاری از ایرانی، دست کم شیعیان معتقد، دست کم همین بازار سنتی ایران، اما به باد داد تا اونجایی که کفگیرش به ته دیگ خورد. اومد و نشست برای حفظ حکومت، حتی میشین واجبات اسلام رو هم تعطیل کرد. دیگه حرف از این روشن تر، نماز و روزه و بقیه رو میتونین تعطیل کنین که این حکومت بمونه تا مثلا خمینی سر کار باشه، یا مثلا فرض کنید همین رئیسی و بقیه هم مثلا رئیس جمهور باشن و اینا بمونه، یعنی آخوند جماعت بر سر کار باشه، نماز بی نماز، روزه بی روزه. خب همین شد که کسایی که دین و ایمونی داشتن اولین کسایی بودن که ول کردن قضیه رو. حالا انواع و اقسام مارکسیست ها و نمیدونم توده‌ای و این و اون و اینها هی چسبیدن ولکن هوای آقا نبودن، آقای خمینی، و مثل بعدها دوباره فرصت پیدا کردن، دوباره دویدن زیر هوای محمد خاتمی. باز اونجا هم دیدن خبری نیست و همون بو برنگ به قول ما بختیاری های خمینی از اون زیر عباید اومدن بیرون، نه اینکه اومدن بیرون، با لغت یه چیزی بیرونشون کردن دوباره. تا حسن روحانی اومد، اومدن راجع به اون دوباره شروع کردن تبلیغات، شعر گفتن، اینو گفتن، اونو گفتن، در داخل و خارج. سردارشون، سردار من درآوردی سپاه رو سردار و عارف و اینها گفتن. برای این اوضاعی بوده که از روز نخست در برابر این حکومت بودن، اندک اما امروز روز اکثریت هستن، و این اکثریت جوانان نازنین ایران هستند، گفتم گلهای شکفته. و این وقتی میگم پرت و پلا میگن، همین هست که هر چیزی که هست دشمن، یعنی زندان اوین هنوز معلوم نیست چی هست دقیق، خبرهای دقیقی نیست، گفتن یه دهی هم مفقود الاثر شدن که احتمالا کسانی هستن که موفق به گریز از بازداشت هایی که تحمیل شده بود شدن و بقیه مورد. ولی دشمن آمده زندان اوین رو، دشمن آمده در خیابونهای ایران، دشمن آمده اسناد اتمی، دشمن آمده این، دشمن آمده آن. دشمن چه کسی دشمنتر از مجموعه آخوندها در خود ایران و حکومت تحمیل شده؟
در همین مدت من فقط به هنرمندان و ورزشکاران اشاره کردم. مسابقات جام جهانی فوتبال در نوامبر در قطر در جریان خواهد بود. انتظار میره تیم ملی فوتبال ایران کسانی که هستن برای اینکه شایستگی خودشون رو برای این عنوان، چون نیمی از جمعیت ایران نمیتونن ببینن بانوان بازی های قهرمانان خودشون رو، نهایت استفاده رو به سود هموطنان خودشون بکنن. همچون علی دایی، علی کریمی عزیز، دو فوتبالیستی که الان زمینی به وسعت ایران عرصه بازی اونهاست، عرصه گل زدن اونها به ملایانی هست که آمدن و دیدیم دیگه چه به روز مردم ایران آوردن. علی دایی یک زمان پرگلترین فوتبالیست جهان بود، الان به مراتب پرگلتر شد و همینطور علی کریمی، وریا غفوری و بقیه عزیزان و بقیه هر سایه دیگه هنرمندانی که اومدن. دیدم آقای مهران مدیری برگشتن و حرفایی زدن، دقت زیادی نمیخواست که به هر حال مساله و منافعی و هرچی که بوده و فشاری هرچی که بوده، ولی کلمه بسیار زشتی رو فرزند ایشون شاید ناخواسته خطاب به مردم، نگران نباید بود ایشون گفتن، که بله پدرشون زیر فشار اینا رو گفتن، حرف دلش حرف اولیه بود. و هر حال هر کسی آزاد هست هر این ور یا اون ور خیابون انتخاب کنه، چه زیر فشار چه بدون فشار، ولی این که به مردم گفتن ابله نباشید حرف نادرستی است. نه، مردم ابله نیستن، به فرزند آقای مدیری من این رو بگم، با هوش تمام میدونن چه خبر هست، تشخیص میدن، نیازی به این اهانت شما قطعا نبود و امیدوارم آقای فرهاد مدیری پوزش بخوان از این کلمه ای که استفاده کردن. البته جمع بستن پس ابله نباشین، نه نیستن، قطعا خود شما هم نیستید بدون تردید. به هر حال یک خبری هم داریم که به همین دلیلی که همه بشود میخوان، به گفته رئیسی مسلمان بشود به شکل اون چه که ابراهیم رئیسی گفته، یکی از مزایام اینه که خط فقر از 18 میلیون تومان هم عبور کرد مرتب. برحال این چیزها رو خب نمیشه ازش گذشت. مردم میبینن در جای دیگه حسرت میکنن که در ایران چه خبره که با این سرعت خط فقر مرتب در حال رکورد شکستن هست. برحال این حکومت گفتم کارهایی که کرده همین هاست، همین هاست. حالا رفتن آخوند آوردن نشوندن اون بالا، گفتن آبا این مملکت رو در قرن بیستم اداره کنید. میگم داشت نون و ماستشو میخورد، داشت نونی ماستی خریده بود میرفت خونه، اصلا بره بعد از چرت بعد از ظهر یه روزه بخونه یه پولی بگیر. گرفتن آوردن آقا شما لنینید، شما گاندی هستین، شما اینید، شما آنید، نشوندن و بعدش هم کردن شعر قصیده فلان اینا همه براش گفتن، بالاخره نشست اون بالا. ولکن معامله هم نیست تا امروز، تولید مثل هم کردن، بعد خمینی خامنه ای، بعد موسوی اردبیلی، آن پروار مخفور محسنی اجهی و بقیه. و یکی از تولیدات ایران در پی انقلاب مداح بوده. یعنی ببینید با دختران مردم چه میکنن و جوانان مردم. دست کم در کربلا واقعی هیچ کسی ذکر نکرده که آمده باشن زنان و دختران رو زده باشن و مثلا مورد بی احترامی قرار داده باشن. با ذوقی در رسانه‌های اینترنتی کلیپی درست کرده که دیدنی است، از این مداهای پرواری که هستن و معرکه داران این وضعیت. میبینیم با هم مواظب زنها باشه. حالا اول مواظب زنها باشید، کسی به زنها تعرض نکنه.
مسیر رو بریم. پشت دروازه ساعت معطل بودی. خوب آماده مهمانی ما میکردن. حرکت کنید براتون بخونم. فقط همینو بگم. شامی یا بدن بابا 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 نگفتن رو زدن همه رو زدن. خب دیدی این پرواره حرکت کنید تا براتون بخونم. اون یکی که داره عربده میکشید الان صدایش در میارن، نمیخوام تشبیه کنم. برحال داره با دوربینش هم با تلفن دستیش هم ویدیو هم میگیره و حق حق و اون صداهای عجیب غریب هم در میاره. یک سری با احمد گریان اومده، احمد خمینی رو اون اول میشست پای منبر باباش اون بالا که اونم به طرز چیزی حیف و میل شد، اینه او عمو پسندیده حیف و میلش کردن احمد. من این گریه میکرد، مردم ایران هم که با ذوقی هست بلا فاصله لقب احمد گریان شد، احمد گریان شد. ببینید این یه نکته است قابل تأمل و توجه. الان هم یک سری گریان های حرفه‌ای هست، سلفی هم میگیره به درد میخوان، لابد باید جایی نشون بده. این نکته ای که قابل توجه هست برای کسانی میگم که همچنان دورور عبای حضرات در حال پلکیدن هستن و بهرمند شدن برحال از موهباتی که از زیر این عبا بیرون میاد یا هرچه که هست. مردم ایران راجب منتظری، حسین علی منتظری که تئوریسین سوسولوف این حکومت بود، بالاخره سوسولوف این حکومت، همونطوری که به هر حال هیتلر هم مثلا فرض کنید هنرمندانی داشت مثل لنی رفنشتال، مثلا بالاخره فیلمساز خوبی بود لنی رفنشتال، این حضرات هم حاتمی کیا و این قبیل هستن دیگه، بیله دیگه بیله لنی رفنشتال ولایت. به هر حال تئوریسین کسان دیگه بودن در تاریخ که گفته بودن ولایت فقیه و اینا مثل نراقی آخون نراقی و بقیه، ولی دیگه مدرنش حسین علی منتظری بود. بعد هم پس گرفت این نظریه شد، سوسولوف به اصطلاح تئوریسین حزب کمونیست شوروی بود در زمان اواخر خروشچف و برژنف و حوالی برژنف. برام آمد جوک ها و شوخی های بسیار بسیار زیاد اولاد عبید زاکانی برای اون ساختن، ولی همون لحظه ای که آمد و کناره گرفت از این حکومت و کنارش گذاشتن و ایستاد رو در روی این حکومت در اعتراض به خیلی موضوعات، یعنی کشتار زندانیان سیاسی، همون موقع مردم متوقف کرد. این میتونه مورد توجه کسانی باشه که هنوز با این حکومت هستن و امید دارن که ادامه پیدا کنن. ادامه پیدا پردنی در کار نیست، هیچ حکومتی به این شکل موندگار نبود. گفتم همون شوروی با سوسولوف و بقیه و همه رفتن، قدرتمندترین بود. این مدعا حالا حرکت کنید تا براتون بخونم، این پروار بودن رو بر اساس همین کشتنها و بقیه امور هم و اون حاتمی کیا و بقیه که میرن دورور عبای آقای خامنه ای و بقیه میشینن و مدح و ثنا میگن و اینا، بهروز افخمی و برای اسم من میبرم برای اینکه اون ور خیابون هستن، حرفی دارن تفسیر خبر بازه درهاش به روی اونها بیان و پاسخگو باشن سوالاتی که هست. به منتظری میشه نگاه کنن و بیاموزند و عمل کنند. این مدعا پروار پرواریشو گفتم مدیون همه این اموره و بقیه کسانی کرد. و یکی دیگه، یک فقره دیگه ای که هست از این حضرات نشون دادیم در شماره دیگه تفسیر خبر، آقای حداد عادل حکومته که چند و چندین شغل، حدود 50-60 شغل مختلف داره، در فرهنگستان همه کار است، در دور اون آتش نامقدس بیت رهبری که پای اصلیش در کنار ولایتی
لب اینهو لبو کبود. تو خود حدیث مفصل میخوان از این لبان کبود. آمده در مجلسی، این رئیس فرهنگستان ایران هست، فرهنگستانی که تا اسم میبریم دکتر پرویز خانلری به ذهن آدم میاد، پیش از اون یکی از بزرگان همه تاریخ ایران علی اکبر ده خدا که آمد، و نه اینکه فرهنگستانی تولید تأسیس شده بود، اما کاری کرد، کارستان کار یک فرهنگستانی کرد. حداد عادل به جای اون نشست. میبینیم با هم، دیدیم بارها، دیدیم اینو در رسانه های اینترنتی. حداد عادل مشغول حلیم خوری در یک مجلس، همینطور که میبینید در کنار آخوندی که هست با هم میبینید. اصطلاح توسعه ارتباطات در سطح جهانی و به تعبیر ارتباطی ها فرامحلی شدن جهان و توسعه ارتباطات همزمان، حضور فناوری های نوین، با یه جامعه متفاوتی مواجه هستیم. بله، خب حلیم خوردن جای و مکانی دارد. دیدم که یکی از تروریست های حکومت، عباس عبدی، تروریست که میگم از کسانیش که رفتن دیپلمات های آمریکایی رو گروگان گرفتن، مثل معصومه ابتکار، مثل زرقامی و بقیه ای که هستن و به مقاماتی هم رسیدن دیگه. دیدم اومده بود آقا داره حلیم میخوره. حلیم خوردن چه اشکالی داره؟ یا یه چیزی مثل این در یک مجلس خصوصی بوده. این حکومت و آدمهاش و اینا نیازی به یه همچین ویدئوهایی نیست. یعنی عیبی نیست که یارو داره حلیم میخوره، اونم در یه مجلس بی احترامی به بقیه داره میکنه. عیب در اینه که این آدم که حتی فرهنگ حلیم خوری رو هم رعایت نمیکنه و نداره، رئیس فرهنگستان ایرانه. اینا مالکش های به قول معروف کم ندارن. عباس عبدی تروریست، محمد جواد ظریف و کسان دیگری. در هر حال صحبت مالکش ها شد، این رو هم من بگم. گفتم در شماره های پیشین تفسیر خبر که آمدن این پریشان احوالی و پرت و پلاگویی کارگزاران و حکومت در خارج هم کم و بیش باستابه، میگه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. همین پریشان احوالی خامنه‌ای و بقیه که در ایران هست در اینجا هم هست. آمدن به تلاش افتادن، از نایاک گرفته تا بقیه پادوهای حکومت، با حمایت یک سری از دولت مردا و بسیار روزنامه نگاران و بروبیای تهران و فرنگی، در این دانشگاه ها مجال سخنرانی برایشون درست کردن. در شبکه های تلویزیونی مثل CNN و NBC و CBS داخلی آمریکا هم که فت و فراوون هستن، میان میشینن اونجا و داره قضیه رو همش داره محدود میکنن، حجاب و گشت ارشاد و اینها. دیدیم دختر نازنین ایران چه پاسخی به همه اینها داد که بیان این افکار عمومی آمریکا رو ببرن به طرف این قضیه. ببینید در ایران تظاهرات هم میذارن برای حجاب رو بردارن و مثلا این شده آن شده و همه جا هم از خطای قرمز عبور کنن ممکن تیراندازی بشه و حتی از دروغ گفتن هم مثل به اصطلاح مولای خودشون علی خامنه‌ای و بقیه هم ابایی ندارن. بله حمله کردن به پلیس و این هست و اون نیست و همه اینها. یا دم گوش این اهل کنگره بعضیشون اینجا در آمریکا، برای عزیزانی که نمیدونن، یکی اصلا انتخاب میشن مثلا از ایالتهای میانی مثلا آمریکا و از شهرهای کوچکی، آشنایی با هیچ جای جهان ندارن. خیلی هست اتفاق میفته، خیلی
و اینا بلا فاصله زیر نفوذ، حالا اگر هم در انتخاباتشون اومده باشین یه کمکی کرده باشید و به اصطلاح اینها، که نور علی نور هست، بنابراین تحت تاثیر قرار میدن یا هر چیزی که هست. اما باز در همون کنگره و جاهای دیگه هستن کسایی که خب حقایق رو میدونن، کسان دیگه هستن که به اونها هم بگن که حقایق چی هست. برحال این پادوهای جمهوری اسلامی هم تبعی آمریکا هستن، هم برحال برخوردار از عبای ملا در دانشگاه رفتن، از دانشگاه شیکاگو و جاهای دیگه و شبکه های تلویزیون. عزیزانی که در خارج صدای من میشن، البته در برابر هم اومدن گروهی از ایرانی ها در دانشگاه های دیگه صحبت کردن که واقعیت چیز دیگری است، همونطور که دختر نازنین ایرانی میگه حجاب یکی از مسائل عمده ولی تنها مسئله نیست و قرار است در تظاهراتی که روز شنبه برگزار میشه، چه در اینجا چه در برلین، این موضوعات باز هم به شکل وسیع‌تری مطرح بشه. به هر حال این نکته بود که من مایل بودم به رسیدیم این نکته، و همین حداد عادل هم آمده و گفته این حرف رو بار دیگه بازگو میکنم که همین حداد صاحب حلیم آمده گفته که بله عده القا میکنن که ایران در حال فروپاشی است. ایران کسی القا نمیکنه، ایران در حال فروپاشی نیست. ایران مصیبت های بسیار دیده در طول تاریخ، سنگین ترین مصیبت حکومت فقیه بوده، مانده به همت مردم ایران، اقوام مختلف ایران، که ایران موندگار شده و هرگز نخواهد مرد و هرگز فرو نخواهد پاشید. همونطور که شاپور بختیار روانش شاد گفت، هرگز نخواهد مرد. اون چه که در حال فروپاشی است نیازی هم به الغا نداره، حکومت فقیه هست، این رو الغایی هم نمی کنن. کارگزاران و پادوهای شما گفتم در تلویزیون ها سعی می کنن که بگن نه شما ماندگار هستید، اما در چشم دارن، گوش دارن، می بینن، می شنون و مردم ایران هم دارن کار خودشونو می کنن، به این نتیجه رسیدن که هرچه قدرتمندتر اثر بیشتری داره. اون چیزی که در حال فروپاشی هست حکومت فقیه هست، نه اینکه ادعا کردین به طور با اقتدار در حال ادامه است و اینا. چه اقتداری؟ حلیمتون رو بخورید سرد نشه. این حرفا رو هنایی است که دیگه رنگ چندانی نداره و اساسا بی رنگ شده به معنایی، و میبینیم نمونه رفتار و کردار مردمان عزیز با حلیم خوران حکومت. شخصی به اسم جهرمانی سخنگوی دولت فقیه که به دانشگاهی رفته، علامه است، با اسم علامه، و دانشجویان استقبال شایانی که از او کردند از امثال حداد عادل سخنگوی این حکومت جهرمی نام. خب میبینید این سخنگوی حکومت فقیه رو ناچار کردن از محیط بیرون بره، همونطور که بچه های مدرسه در مدرسه اون مدیر کل آموزش و پرورش حکومتی رو اومدن و از مدرسه بیرون کردن، اخراج کردن. مدارس ایران رو طی این سالها سعی کردن عرصه شستشوی مغزی قرار بدن که میبینیم خوشبختانه چنین نشد و گلهایی که شکفته شدن در هوای مسموم جمهوری اسلامی اما همچنان شاداب رو به آینده روشنی هست، رو به خورشید این گلها جون گرفتند و خورشید آینده ایران. خوشتی
در مدرسه شاهد در اردبیل و در جای جای دیگه. اما همونطور که پویا رو کشتی، نیکتا اسفندانی رو و دیگران رو طی این 43 ساله، اون چه که جریان داشت چون رودخانه جریان داره خواهد داشت و آینده روشن رو در مسیری که هست برای مردم ایران، برای نسل‌های آینده، جوانان امروز در حال رقم زدن هستند، در حال طرح نوعی هستند برای آینده. همونطور که حافظ گفته به شکل دیگه ای، اگر غم لشکری خیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش برانداز. روزگارتون خوش. به کانال یوتیوب من نیز مراجعه کنید، گفتنی های در اونجا بسیار هست، مجال بیشتری هست و فرصت بیشتری. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین و علی عزیز، همکارانم در استودیو مرکزی ایران فردا، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند کوزاکروز، تفتان بینالود و درفک، کوساران تاراز و منگشت زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد